دوازدهمین روز دیماه برابر با 2 ژانویه سال 1222 خورشیدی برابر با 1843 میلادی، نصب نخستین صندوق پستی به سبک امروزی در وین. هرچند پست تاریخچه‌ای چند هزار ساله دارد، اما پست به صورت امروزی و اولین صندوق پستی در وین پایتخت اتریش نصب گردید. قبل از اینکه سازمان مجهز و مخصوصی برای حمل و نقل نامه‌های پستی ایجاد شود، مرسولات پستی به وسیله اسب یا شتر و یا قایق‌های مخصوص جابجا می‌شد، ولی بعدها شیوه‌های جدید به اجرا درآمد و به تدریج پست پیشرفت کرد تا اینکه به شکل امروزی رسید. سال 1245 خورشیدی برابر با 1866 میلادی، زادروز ژیلبرت مورای، فیلسوف و شاعر انگلیسی که در سیدنی استرالیا به دنیا آمد و در 11 سالگی به انگلستان رفت و پس از تکمیل تحصیلاتش از 30 سالگی به عنوان استاد ادبیات و فلسفه یونانی در دانشگاه اکسفورد به تدریس پرداخت. مورای همزمان تعدادی از داستان‌ها و نمایشنامه‌های یونانی را به شعر انگلیسی ترجمه کرد و در باب فرهنگ دنیای قدیم در تطبیق با مشکلات دنیای جدید رسالات و مقالات بسیار نگاشت. سال 1304 خورشیدی برابر با 1925 میلادی، زادروز پاتریس لومومبا، مبارز بزرگ آفریقایی و بانی استقلال کنگو که تحصیلات عالیش را در رشته حقوق به پایان رساند و در نهضت آزادی آفریقا عامل اصلی استقلال کشورش کنگو بود. او پس از چندی به عضویت دائمی کنفرانس مردم سراسر آفریقا درآمد و به ریاست نهضت ملی کنگو و استقلال کنگو از بلژیک انتخاب شد. لومومبا پس از تأسیس جمهوری دموکراتیک کنگو به مقام نخست وزیری و وزارت دفاع منصوب گردید، اما کمی پس از استقلال نظامیان سر به شورش برداشته و یکی از ایالات کنگو را مستقل اعلام نمودند. وی برای جلوگیری از این شورش‌ها دست به دامان سازمان ملل شد، ولی چون از این امر نتیجه ای نیافت خود وارد عمل گردید و نیروهای نظامی کنگو را به جنگ با نیروهای شورشی اعزام کرد. در پی این اقدام که مخالف با نظرات رئیس جمهور کنگو بود، لومومبا از سوی رئیس جمهور وقت از سمت‌هایش برکنار و پس از یک سلسله تحولات سیاسی توسط نظامیان در محل اقامتش تحت نظر قرار گرفت. این مسئله باعث شد که شورشیان که از جانب دولت بلژیک حمایت و تحریک می شدند دست از شورش خود بردارند. لومومبا پس از مدتی موفق به فرار از زندان شد. با این حال پس از چندی به اتهام نقض امنیت ملی توسط نیروهای دولتی دستگیر و تحویل نیروهای شورشی به رهبری موسا چومبه شد. پاتریس لومومبا سرانجام به همراه جمعی از یارانش توسط عوامل چومبه تیرباران شد.